محمد رضا نوید استاد آینکار حرم های اهل بیت علیهم السلام در سن 80 سالگی دعوت حق را لبه گفت مرحوم نوید در سال 1319 در محله امامزاده یهیا در جنوب شهر تهران پایتخت ایران متولد شد پدر و دایی های مرحوم نوید گچبر و کار بودند و او پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی آموزش این هنر را نزد دایی عبدالکریم نوید تهرانی آغاز کرد و پس از آموزش این هنر نزد اساتید مطرح به آینکاری بناهای مختلف ایران مشهور شد. علاقه استاد نوید به بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم علیه السلام باعث شد تا کلیه آینکاری های این آستان مقدس را که شامل اماکن متبرکی همچون حرم امامزاده تاهر علیه السلام، امامزاده حمزه علیه السلام، مقبره آیت الله کاشانی، مقبره حاج اسماعیل رضایی و روا قبل فتوه رازی در این بالگاه ملکوتی است به دست هنرمندش صورت پذیرد که وی آن را از افتخارات دوران فعالیت هنری خود می دانست. او این کار را در سبکهای هاشیه سازی، مقرنس سازی، گره کشی، رسمی بندی و خطوط قرآنی انجام داده است. همچنین آینکاری بناهای مذهبی دیگری همچون حرم امام حسین علیه السلام در عراق، حرم حضرت رقیه سلام الله علیها در سوریه حرم بیبی بی, بی شهر بانو سلام الله علیها در شهر ری امامزاده حسن در تهران نیز از دیگر کارهای این استاد بود از معروف در این کارهای او در بناهای تاریخی نیز میتوان با آینکاری تالار شمس و برلیان در کاخ گلستان تالار جهان نما در کاخ نیاوران هتل شاه عباس صفوی در اصفهان و پروژه های متعدد آینکاری در خارج از کشور اشاره کرد آینکاری لابل هتل اکسیدور در امارات متحده رستوران هتل کلام پلاز در کویت و رستوران دالاهو در آلمان را نام برد و همچنین نمونه از هنر آینکاری خود شامل تابلوها و گلدانها و جامهای آینکاری شده را در سال 1994 در نمایشگاه اسپانیا و در سال 1992 و 1993 در نمایشگاهی در مالزی به نمایش گذاشت